پایان غم‌انگیز خوشبختی. داستان واقعی. عاشقی، ازدواج، حادثه و طلاق. شنونده های عزیز افغانستان ژورنال، سلام بر شما. در این داستان دردناک عاشقی میشنوید که چگونه حادثه باعث تباهی و بربادی زندگی کسی می شود، چگونه دو دل داده با هم می رسند، ازدواج می کنند، اما در پایان حادثه موجب می شود تا آنها از هم جدا شوند. مشنوید که ناامنی و بدبختی در افغانستان چگونه بالای زندگی یک زوج خوشبخت تأثیر مخرب می گذارد. این داستان واقعی و دردناک را تا اخیر با دقت بشنوید. نویسنده داستان فرشته غنی. داستان آغاز می شود. وقت تازه از مکتب فارغ شده بودم، آرزوهای بلندی داشتم. خیلی درس می خواندم تا بتوانم به پوهنزه طب پوهنتون کابل کامیاب شوم. پدرم پول پرداختن فیس کورسم را نداشت، لذا من تا نصف روز در دوکان زرفروشی کاکازمرای کار می کردم و بعد از آن به خانه آمده درس می خواندم. اصلا مثل بچه های همسن و سالم کوشش نمی کردم پول بدست آورده خود را در محافل شبانه و چکر مصرف کنم. پوشیدن چپن سفید دکتری عشقم بود و به خاطر بدست آوردنش خیلی تلاش میکردم. آیدی که در دوکان کاکاز مرای بدست می آوردم بد نبود. می توانست پول فیس کورس را پوره کند و سوی هم چند روپیه برای جیب خرچی هم می موند. موبایل مدل بالا و جدید نداشتم. فقط یک موبایل کهنه نزدم بود که اگر مادرم با من تماس بگیرد جواب بدم. وقتی در صنف یا هم در کوچه و جاده موبایلم را در پیشروی بچه ها و دوستانم از جیب می کشیدم، همه به من می خندیدن. می گفتم نخندید، دوست ندارم پدرم را مجبور کنم که برای موبایل مدل بالا بخرد. خودم زحمت می کشم، بالاخره صاحب موبایل شیک هم خود شدم. تقریبا 80% باور داشتم که به پوهنزه طب کامیاب می شوم. وقت امتحان کنکور نزدیک شد خیلی پریشان بودم که برشته دلخواهم کامیاب خواهد شدم یا نه. شب و روز درس خواندم. به هزار استرس و پریشانی امتحان سپری شد. وقت نتیجهش برآمد دیدم به پوهنزه استوماتولوژی کامیاب شدم. اصلا خوش نشدم چون من دوست داشتم بخش طب معالجوی را بخوانم. میخواستم از این پوهنزه صرف نظر کنم و سال بعد دوباره امتحان بدم. اما یک دوستم گفت بخوان، این هم پوهنزه خوب است. مردم خیلی کوشش میکنن که به این پوهنزه کامیاب شوند. تو نمیخوای این پوهنزه را بخوانی؟ وقت خوب فکر کردم، گفتم درست است، قبول میکنم. شاید در این پوهنزه بتوانم به موفقیت های زیاده برسم. وقتی با پانتون می رفتم خیلی با شوق و ذوق درس ها را تعقیب می کردم. وقت امتحانات سپری می شد نمرات بلند می گرفتم، خیلی خوش بودم. فامیلم هم می گفتند زودتر صاحب وظیفه شوم و بتوانم به عوض مالی خانواده کمک کنم. در سال دوم پانتونم خیلی دنبال کار گشتم. بالاخره در یک شفاخانه خصوصی به حیث یاور دکتر دندان به کار آغاز کردم. اما آن روزها یک اتفاق دیگری هم افتید. یکی از دختران به شفاخانه نزد ما مراجعه کرد که میخواست یک دندان خود را بکشد و دوباره ترمیمش کنیم. آن دختر خیلی زیبا بود. همواره دعا میکردم که کاش که زودتر بیاید به شفاخانه. من یک عادت بد داشتم که وقت همکارم به دهن و صورت آن دختر دست میزد تا دندانش را مداوا کند، من خیلی عصبانی میشدم. از حسادت زیاد کم میمان به دهن دکتر به مشت بزنم، اما باز هم خودم را کنترل میکردم. با چندین بار آمدن آن دختر به معاینه خانه ازش خیلی خوشم آمده بود. کار او در شفاخانه تمام شد و ما هم به کار خود مصروف شدیم. دو هفته بعد از این اتفاق آن دختر را در پانتون دیدم. با دختران دیگر در کافتریا نان میخورد. با دیدنش قلبم بلرزه آمد.
وقتی از دختران دیگر جدا شد به طرف من خیره شد. نزدیک آمد و گفت: به خیالم تو را جای دیده. گفتم: بله، به شفاخانه‌ای که کار میکنم. تو به خاطر ترمیم دندانت آمده بودی؟ گفت: ها دکتر صاحب، چطور هستی؟ اینجا چی میکنی؟ گفتم: هنوز درس هایم تکمیل نشده، در 15 استوماتولوژی درس میخوانم. خنده کرد و گفت: خوب است، من هم در 15 حقوق درس میخوانم. خوش شدم از دیدنتان، باید برم سر صنف. او خداحافظی کرد و من از خوشی زیاد چند دقیقه جابجا ماندم. برای که او میرفت میدیدم او تان تان قدم میزد و وقتی به طرف 15 حقوق دور میخورد به سوی من دید و لبخند زیبایی زد. دیدار من و نبیلا پی هم ادامه پیدا کرد. گاه اتفاقی و گاه عمدن من با او روبرو می شدم. عاشقش شده بودم و نمی توانستم که برایش اظهار نظر کنم. چندین بار که با او روبرو شدم قلبم می تپید. می گفتم اگر با او بگویم که دوستش دارم سرزنشم نکند و برای همیشه مرا ترک نکند. یک روز نزدم آمد و گفت: یکم سنفیم می خواهد بیاید شفاخانه شما و دندانهای مادر خود را پر کند. اگر شماره تماستان را داشته باشم. من هم به هیچ مقدمه شماره تماسم را به او دادم. چند روز بعد از آن به موبایلم زنگ آمد. وقت خودش را معرفی کرد، نبیلا بود. من هیچ وقت صدای او را پشت گوشی تلفن نشنیده بودم، لذا نشناختمش. نبیلا گفت: همان دوستم که در موردش برایت گفته بودم فردا به شفاخانه شما می آید، با او همکاری کن. گفتم: حتما، چرا نه؟ اگر نمی گفتی هم با او همکاری ویژه می کردم. نبیلا با شنیدن این گپم خندید و گفت: همکاری ویژه برای چی؟ گفتم: یعنی چون دوست تو است با او زیاد توجه می کردیم. دیگه کدام هدف نداشتم. باز هم لبخند زد و گفت: خب خیره، شوخی کردم. یک روز نزدیک های شام دل و نادل از وظیفه آمدم. برایش پیام فرستادم، گفتم: سلام، چی میکنی؟ دفعتاً مسیج آمد: من مصروف آشپزی هستم، امشب مهماندار هستیم. وارخطا شدم که مهمانها خازگارش نباشن. گفتم: نه که پشتت خازگار کسی آمده؟ گفت: نه، وارخطا نشو، خالیم به دیدن مادرم آمده، خازگار نیست. وقتی مسیج او را دیدم فهمیدم دختر شک کرده که من کدام حس نسبت به او دارم. از همین سبب فهمید که من نگرانش هستم. دیگر جرأت نکردم برایش پیام بفرستم. یک ساعت بعد باز مسیجش آمد. نوشته شده بود: چی شدی؟ هیچ جواب من ندادی. گفتم: میخوایم یک گپ برایت بگویم، مقصد قهر نشی. گفت: بگو، قهر نمیشم. چی گپ شده؟ برایش پیام فرستادم و گفتم: از وقتی که در شفاخانه دو سه مرتبه دیدمت از تو و شخصیتت خوشم آمده بود، حال زیادتر به تو علاقه‌مند شدیم، مقصد با این گپم قهر نشی. چند لحظه بعد مسیجش آمد، گفت: نه، چرا قهر شوم؟ من میفهمیدم تو نسبت به من در قلبت حس داری، چون چند دفعه دیده بودم که خیلی عجیب به سویم میبینی. انتظار چنین جواب را نداشتم، واقعا خیلی خوش شدم. فهمیدم که نبیلا هم مرا دوست دارد. بعد از آن روز همیشه همدیگر را ملاقات میکردیم و خیلی عاشق هم بودیم. تقریبا یک سال رابطه ما دوام پیدا کرد. بعد از آن تصمیم گرفتیم با هم نامزاد شده و عروسی کنیم. نبیلا سمستر 5 15 حقوق بود و من هم درسهایم کم مانده بود. من با خانواده‌ام صحبت کرده پشت نبیلا خواستگار فرستادم. اما در عین حال پسر خاله نبیلا هم عاشقش بود و مادرش تصمیم داشت دختر خود را با او نامزاد کند. وقتی چندین بار متواتر مادرمشان خانه نبیلا به خواستگاری رفت، خانوادهش گفت: از دختر میپرسیم که چی میگوید، پسر خاله خود را انتخاب میکند یا پسر شما را. ما یک هفته صبر کردیم. بالاخره خانواده نبیلا تماس گرفتند که دخترشان رضایت دارند و روز پنج شنبه میتوانیم شیرنی لفظ را بگیریم. پسر خاله نبیلا هم زیاد عاشقش بود. او به نبیلا گفته بود: تا آخر عمر منتظرت میمانم، شاید یک روز به هم برسیم. به خاطر همی گپش دوای ما و پسر خاله نبیلا سر کشید. حتی من چند مشت به صورت او زدم. خاله نبیلا قهر کرده به ایران رفتن و ما با هم ازدواج کردیم.
هنوز یک سال از عروسی ما نگذشته بود که همه می گفتند باید طفلدار شویم. مادرم همواره می گفت می خواهد که نواسه داشته باشد. اما ما به خاطر پانتون نبیلا نمی توانستیم صاحب طفل شویم، چون اگر نبیلا طفلدار می شد نمی توانست باقی مانده درسایش را تکمیل کند. زندگی ما پر از عشق بود. نبیلا هم از پانتون فارغ شد و روز فراغت من هم از پانتون رسید. در محفل فراغتم نبیلا را هم دعوت کرده بودم. او یک ساعت زیبا برایم تحفه خریده بود و دوستانم هم تحفه ها و دستگل های زیبا برایم آوردند. بعد از تکمیل شدن درس هایم مرا رسماً به حیث دکتر دندان در شفاخانه پذیرفتند و قرار بود به زودی در شفاخانه دولتی هم وظیفه بگیرم. وقتی قرارداد دائمی با شفاخانه بستم، به خاطر همین خوشی کیک و کلچه هم با خود گرفتم که با خانواده هم یک جا از این موفقیت جشن بگیریم. عصر روز بود. از روی کوتی سنگی کابل می گذشتیم که ناگهان صدای خشن و بلند به گوشم زد. یک لحظه همه جا تنگ و تاریک شده بود. خاک و دود سیاه به آسمان بلند شده بود. صدای چیغ و فریاد بلندتر می شد. خواستم از جا بلند شوم ببینم چی اتفاق افتاده، اما از شدت درد پاهایم بلند شدن برایم سخت شده بود. زنی را دیدم که با لباس خونپر این سو و آن سو می دود، به صورت خود بسیلی می زند و گریه می کند. آن طرفتر مرد با نیمتنه افتاده و هنوز هم چشمانش دنبال راه نجات است. اما وقت ناگهانی چشمم به طفلی که پهلویم با خون آغشته شده بود افتید، از حال رفتم. وقت چشمانم را باز کردم، یک هفته از آن حادثه گذشته بود. انفجاری که به شمول من آرزوهای خیلی آدمها را کشتند. بر اثر آن انفجار دوپایم قطع شده و یک طرف بدنم فلج شده بود. آرزو می کردم کاش می مردم، اما این گونه زجرکش نمی شدم. هیچ کس نمی تواند درک کند انفجار به چی اندازه آدم را از بین می برد. فقط جسم نیست که تخریب می شود، بلکه عشق، آرزو و همه خیالاتش خاکستر شده به باد می رود. بعد از آن حادثه وقتی به اولین بار نبیلا را دیدم، دیگر نبیلای سابق نبود. چشمانش پیر شده بودند. زیبایی چهرهش کم شده بود. اشکهایش مثل سیلاب جاری بود. اصلاً اثری از زندگی در او دیده نمی شد. وقتی او را می دیدم بیشتر رنج می کشیدم. مرا از شفاخانه مرخص کردن و دیگر باید تا آخر عمر با ویلچر را می رفتم. نمی توانستم به وظیفه هم بروم. کاش فقط پاهایم قطع شده بود و بدنم فلج نمی شد. حداقل با ویلچر می توانستم برخی کارها را پیش ببرم. اما حالا هیچ امیدی نبود. وقتی برای اولین بار بعد از مرخص شدن از شفاخانه به اتاق خوابم رفتم، دیدن به آینه خیلی ناراحتم می ساخت. هر بار که به آینه می دیدم عصبانی می شدم. با ساعت سرمیز به آینه زدم. شکست، اما باز هم چهرم در آن دیده می شد. نبیلا هیچ چیز نمی گفت. وقتی دید نمی توانم آینه را در نزدیکی تخت تحمل کنم، میز آرایش را از آنجا برداشت و به بیرون ماند. تا ناوقت‌های شب از درد می‌نالیدم و نبیلا همچنان از من مراقبت می‌کرد. ساعت‌های 3 شب بود که مرا خواب برده و نبیلا هم کنار من خواب شده بود. صبح زودتر از او بیدار شدم. وقتی به چهره‌اش دیدم خیلی معصوم بود. دلم به حال او سوخت. واقعاً زندگی این زن جوان و قشنگ با من در حال از بین رفتن بود. من 2 ماه در خانه تحت تداوی جدی دکتر بودم و هیچ امیدی برای خوب شدن فلج بدنم وجود نداشت. یک شب مادر و پدر نبیلا آمدند و از خانواده‌ام و من خواستند نبیلا را طلاق بدم، چون با من قرار بود زندگی او هم تباه شود. من از این اقدام خوشحال بودم. حداقل با خود نبیلا را هم رنج نمی دادم. خانواده هم در آغاز قبول نکردند.
گفتن زن است. باید تحمل کند. نمیشه که در روز بعد از کنار شوهرش دور شود. این همه قسمتش بود. اما اصرار من باعث شد خانواده‌ام هم به جدایی من و نبیلا راضی شود. نبیلا هنوز آشپزخانه بود وقتی به اتاق نشیمن آمد و از این تصمیم ما خبر شد. گفت هرگز ابراهیم را در این حالت تنها نمیگذارم. خودم کار میکنم و میتوانم مصرف خانواده دو نفری من را پوره کنم. من و خانوادهش برایش فهماندیم که فقط حرف مادی نیست. او قرار است با یک آدم تمام زندگی را سپری کند که نصف بدنش فلج است و پاهای قطع شده. من هیچ مسئولیت شوهر را ادا کردن نمیتوانم. نبیلا باز هم شک کرد و هیچ به این تصمیم راضی نشد. وقت شب به اتاق خواب ما رفتیم. به نبیلا خیلی فهماندم که جدایی به نفع ماست. اما قبول نمیکرد. میگفت ابراهیم تو عشق مستی و من تمام عمر بدون حقوق مادی و معنوی فقط برای یک دیدارت زندگی میکنم. باز هم برایش خیلی عذر کردم. بالاخره برایش گفتم اگر قبول نکنی حتما خودم را میکشم. آن وقت مجبور استی با یکی دیگه ازدواج کنی. وقتی گپ کشتنم یاد شد نبیلا خاموش ماند. سر و رویم را بوسید و گفت بفهم که خیلی دوست دارم. حتی حاضر استم به خاطر تو از جان خود بگذرم. اما نمیخوایم گپ مرگ تو را بشنوم. من به این طلاق راضیم. ما خیلی زود از هم جدا شدیم و نبیلا به خانه پدرش رفت. با وجود که من باعث شدم که او قبول کند که از هم جدا شویم، اما باز هم قلبم به خاطر یک دیدارش میتپید. خیلی وقتها با خود گریه میکردم، اما باز هم کوشش میکردم فراموشش کنم و از این بیشتر زندگیش را ویران نکنم. حالا که یک سال از طلاق ما میگذرد، چند روز پیش خواهر نبیلا را در شفاخانه دیدم و از حال نبیلا پرسیدم. گفت خیلی به مشکل راضی شد با پسر خاله خود به ازدواج راضی شود و حالا هر دویشان ایران رفتند. با وجود که هنوزم دوستش دارم، اما خوشحال شدم که میتواند با پسر خاله خود خوشبخت شود. این بود داستان پایان غم‌انگیز خوشبختی که تقدیمتان شد. خوشبختی که دیر دوام نکرد و زندگی ابراهیم را تباه کرد. ممنون که شنونده و بیننده کانال افغانستان ژورنال هستید. کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید. افغانستان ژورنال نخستین کانال در تهیه و نشر داستان‌های واقعی. ما همواره بهترین ها را تقدیم شما می‌کنیم.